توی این ویدیو قراره سایه ژورنالی خطی کاتکریس رو یاد بگیریم و پوست با تکنیک استروبینگ شروع کنیم. اول از همه پوست رو پاک میکنیم کاملا و از پرایمر بنفیت استفاده میکنیم. توی این ویدیو، توی این کلیپ و بهتر بگم پکیج، ما از چندین پرایمر استفاده کردیم. میکاپی که به شما یاد میدم پرایمر مخصوص به خودش رو داره. بعد از اینکه پرایمرتون رو زدیم، نوبت میرسه به پرایمر منافذ باز که تاچا هست. روی بینی، روی گونه اگر دوست داشتید میتونید یک کمی هم از تاچا بزنید، اگر نظر پیش ایرادی نداره همون بنفیت کافیه. روی پیشونی و روی چانه. نوبت میرسه به لکه گیری پوستمون که با پنتلی انجام میشد و قلم کرم. لک جوش خال رو با پنتلی میگیریم. ما برای میکاپ از 3 تا کرم پودر استفاده میکنیم: استیلودر شماره 2 W2 و اورئال و روژوئس ایر مت شماره 02. برای این رنگ پوست منظورمه که میخوام یه تیرگی متوسط داشته باشید، خیلی پوست روشنی رو نمیخواید که داشته باشید، از اونجایی که سایه خطی و ژورنالی هست. کاملا بلند میکنیم، ترکیب میکنیم. اگر که شما خیلی کم اینو ترکیب کنید، احتمال داره که پوستتون یه جا سنگین‌تر بشه و جای دیگه سبک‌تر بشه. کاملا روی سطح پوست میپوشونیم. روی بینی، پیشانی، شروع میکنیم به بلند کردن پوستمون. بلند میکنیم، کاملا روی سطح پوست رو بلند میکنیم. توی مرحله کانسیلرمون رو میزنیم. بلند میکنیم. توی تکنیک استروبینگ ما سایه روشن داریم با هایلایتر و از کانتور خیلی کم رنگی استفاده میکنیم. پالت کانتورمون رو برمیداریم،
همطور که میدونید از فارم 52 استفاده میکنیم، از رنگ قهوه‌ای متوسط تقریبا، و شروع میکنیم بدون اینکه زاویه سازی کنیم به صورت فید و بلند کانتورمون رو انجام میدیم. شما بیشتر از این دیگه رنگ نمیخواید، یعنی احتیاج نداره که تیره ترش کنید تو این تکنیک پوست، چون استروبینگ از تیرگی کمتر برخورداره و خیلی شما کانتور رو با چشم نمیبینید. میتونید رد کانتورتون رو با کرمی که روی بیوتی بلندرتون مونده بیشتر بلند کنید و دیگه قلمو بذارید کنار. حالا شروع میکنید به فیکس کردن پوستتون. بعد از اینکه کاملا بلندش کردین شروع میکنید پوستتون رو فیکس کنید. اینجا میتونید یک بار دیگه کانسیلر رو اضافه کنید برای اینکه روشنی بیشتری داشته باشید. حالا شروع میکنید فیکس کردن پوستمون با پودر فیکس ترکیبی، پودر فیکس ترکیبی نخودی و سفید. خیلی سبک این پوست رو فیکس میکنیم. همه جای صورت رو با پودر ترکیبی فیکس میکنیم به غیر از زیر چشم. به زیر چشم که رسیدیم پودر فیکس ترکیبی رو کنار میذاریم. من با پودر فیکس روشن تنهای سفید زیر چشم رو فیکس میکنیم، اضافه کانسیلر رو میگیریم و با پودر فیکس سفید و روشنمون فیکس میکنیم. توی تکنیک استروبینگ ما سعی میکنیم با هایلایت های روشن تاکید میکنم هایلایت های روشن هایلایتینگ رو انجام بدیم. کاملا سایه روشنتون به پوستتون میدیم. مرحله یا قبل از این مرحله میتونید از روشنونه خیلی ملایم استفاده کنید. که هایلایترتون رو فید کنه. قبل از این مرحله میتونید کارو انجام بدین. و بعداً با یه کانتور تقریبا ملایم کار کانتورینگ رو انجام بدین. فقط نباید هیچ خط و خطوطی توی صورت شما دیده بشه. خب حالا میخوایم شروع کنیم به زدن سایه‌مون. ما گوشه تیره کات کریس میخوایم برای شما بزنیم. برای اینکه خط کاتکریسمون رو داشته باشیم اول سایه گوشه تیرمون رو از گوشه خارجی شروع میکنیم
زدن و بعدم تکنیک خط انداختن رو به شما یاد میدیم. شما میتونید این خط رو نصفه بندازید یا میتونید تا انتها داشته باشید. مهم اینه که تکنیک رو یاد بگیرید. اول از همه با یه رنگ مادر یعنی رنگ پایه شروع میکنیم سایه گذاری از گوشه خارجی چشم. حواستون باشه که زاویه دستتون رو کنترل کنید. اگر میخواین چشم شما لیفت بشه و رو به بالا باشه حتما رو به بالا سایه رو بزنید. سایه که میریزن رو با پلتون پاک کنید و بعدا با یه قلم فید و رنگ کم رنگتر شروع کنید به فید کردن سایه‌تون از قسمت بالا به سمت داخل. زیرکار این سایه رو ما با کرم کلارینز پوشوندیم و بعدا با پودر فیکس فیکسش کردیم. فید میکنیم به سمت بیرون. هر چقدر سایه شما بیرون تر باشه شکل جردنی تر به خودش میگیره. مرحله دوم شروع میکنم سایه رو تیره تر کردم با پالت جفری استار. بچه شما از برندهای مختلف سایه میتونید استفاده کنید. تیره تر میکنم سایه رو. و همزمان با رنگ کم رنگتر فید میکنم. تا جا این عمل رو ادامه میدیم که کاملا سالین شما فید باشه. زیر چشم رو شروع میکنیم. مدل یا مشتری بالا نگاه میکنه. کاملا سایه رو تا جلوی چشم میاریم. یک مرحله بعدی سایه‌تون رو به دل خواه تیره میکنیم. توی این مرحله ما میتونیم کاملا تیرگی رو زیر چشممون داشته باشیم. ریزش سایه‌مون رو کنترل میکنیم. اگر زیر چشم شما کاملا خشک باشه نگرانی از ریزش سایه به هیچ عنوان نداشته باشیم. پایین به ترتیب سایه رو تیره و تیره تر میکنیم. البته شما میتونید این سایه رو به صورت خیلی لایت هم داشته باشید که توی مرحله رنگ‌گذاری اول و دوم استاپ کنید و بعدا خط کاستیویستون رو بندازیم. توی مرحله ما فید میکنیم. دنباله رو فکر میکنید با یه رنگ قهوه‌ای ملایم. حالا از سمت داخل هم شروع میکنید رنگ گذاری. ببینید به قسمت روشن پشت پلک کاری نداریم، فقط قسمت بالایی رو میگیریم و فکر میکنیم به سمت داخل. با
با پنکیک تیره یا با کانتر تیره این کارو کنید جذاب تر میشه. از اونجایی که قراره فید این تا کانتر بینینگ ادامه پیدا کنه، ما یه رنگ قهوه‌ای گرم میخوایم. رنگ‌های قهوه‌ای سایه ها اصولا سردی داخلشون دارن و جذاب نمیشن برای این کار. کاملا فید میکنیم کانترمونو. قهوه تیره تر رو به این قسمت اضافه میکنیم. مرحله خط انداختنمون برای آخر سر میمونه. فعلا میریم داخل چشم رو تیره میکنیم با مداد تیره فرم 52. تیرگی رو کاملا به زیر چشم تا جلو اضافه میکنیم و فید میکنیم. به این صورت حتی ما میتونیم با همون مداد زیر بن موژه یا روی بن موژه رو هم تیره کنیم و بعدا بلند کنیم به وسیله قلم. به این صورت این کار رو با خط چشم هم میتونیم انجام بدیم که زیباییش رو چندین برابر بکنیم. بعد از اینکه تیرگی رو به داخل چشم داریم و اضافه کردیم، نوبت میرسه به خط کاتکریس ما. برای خط انداختن یه قلمه سرصاف احتیاج داریم که کاملا سرمون رو صاف میکنیم و با کانسیلر. کانسیلر شما برندش اصلا مهم نیست، با کرم پود با کانسیلر همینجوری کارانه. دنباله رو فکر میکنید با یه رنگی قهوه‌ای ملایم که متصل بشه به شقیقه ها. حالا از سمت داخل هم شروع میکنیم رنگ گذاری. ببینید به قسمت روشن پشت پلک کاری نداریم، فقط قسمت بالایی رو میگیریم و فید میکنیم به سمت داخل. با پنکیک تیره یا با کانتر تیره این کارو کنی جذاب تر میشه. از اونجایی که قراره فید این تا کانتر بینینگ ادامه پیدا کنه، ما یه رنگ قهوه‌ای گرم میخوایم. رنگ‌های قهوه‌ای سایه ها اصولا سردی داخلشون دارن و جذاب نمیشن برای این کار. کاملا فید میکنیم کانترمونو. مواظب باشین که خیلی تیره نشه چون تکنیک پوستتون استروبینگه. قهوه تیره تر رو به این قسمت اضافه میکنیم ولی به حالت فی تاکید میکنم، نه حالت سایه گذاری. فعلا میریم داخل چشم رو تیره میکنیم با مداد تیره فرم 52. تیرگی رو کاملا به زیر چشم تا جلو اضافه میکنیم و فید میکنیم.
میتونیم با همون مداد زیر بن موژه یا روی بن موژه رو هم تیره کنیم و بعدا بلند کنیم به وسیله قلم. این کار رو با خط چشم هم میتونیم انجام بدیم که زیباییش رو چندین برابر میکنم. بعد از اینکه تیرگی رو به داخل چشم داریم و اضافه کردیم، نوبت میرسه به خط کاتکیلوس ما. برای خط انداختن یه قلم سرصاف احتیاج داریم که کاملا سرمون رو صاف میکنیم و با کانسیلر. کانسیلر شما برندش اصلا مهم نیست، با کرم پود با کانسیلر هم میتونید کار رو انجام بدیم. بالا نگاه روبرو نگاه میکنه، شما کارت رو کاملا سلیقه‌ای میتونید بندازید، هم میتونید دقیقا روی پایین رو کن دقیقا روی خط کارت گریس بندازید، هم میتونید یک کوچولو بالاتر بندازید. حواستون باشه که حجم زیاده کانسیلرتون رو برمن از اون جایی که ما میخواییم نصفه کار کنیم و خط کاتکیلوسمون رو نصفه بندازیم، خیلی عقب نمیریم. بعد از اینکه این خط رو انداختیم، داخلش رو با کانسیلرتون فید میکنیم. خط رو انداختیم، داخلش رو با کانسیلرتون فید میکنیم. این مرز رو لبتون باشه که هر دفعه میخوایید فید کنید کانسیلر اضافی رو با حوله بگید و فید کنید سمت داخل. بعد از اون با کانسیلر چربی اضافه، با بیوتی بلندر چربی اضافه کانسیلر رو میگیریم سفیدی بیشتری داشته باشیم. با کانسیلر تاپ شروع میکنیم سفیدی رو به سایه‌مون میدیم. ما اول از کانسیلر سبک‌تر استفاده کردیم ولی مستقیم از تارس هم میتونیم استفاده کنیم. یک دور دیگه همین کار رو با کانسیلر تاپ انجام میدیم که از رنگ روشنش استفاده میکنیم که سفیدی خاصی داشته باشیم. خب همونطور که گفتم با کانسیلر خیلی روشن تارت اینجا رو پر میکنیم. شما از کانسیلر هدا بیوتی که رنگ خیلی سفیدم داره میتونید استفاده کنید. شماره 3141 یعنی 3141. بعد از این که با کانسیلر پر کردیم، با یه سایه خیلی خیلی روشن میتونید این قسمت رو فیکس کنید. فقط اصلا نباید بالا نگاه کنه، باید پایین نگاهش رو نگه داره. فقط یه چیزی، من اینجا از یه برند برزیلی استفاده میکنم، اسمش آتلیه پاریسه. سایه خیلی روشن داخلش هست، میتونم از اون استفاده کنم برای فیکس کردن. کاملا سایمو فیکس میکنم، فقط مراقب هستم که از خطم بالاتر نه. بعد از اینکه کاملا فیکس کردم، این مرز رو اگر که اینجا ببینید شروع کنم این مرز رو گرفتم با یه قلم بلنده و یه سایه قهوه‌ای که به
رنگ سایه هم همخونی داشته باشه. شما بلند رو میتونید جلوتر بگیرید، میتونید سر جای خودش هم بلند کنید. همونطور که گفتم این مرز رو کاملا بلند میکنیم، هم میتونید از قهوه یه کم رنگ پالت جفری استار استفاده کنید و هم میتونید از این رنگ پالت نیکد ریلودد استفاده کنید، چون بسیار قهوه یه خوش رنگی داره. کاملا فیل میکنیم به سمت داخل. شما میتونید این قسمت رو چسب بزنید و از شاین استفاده کنید و هم میتونید بدون چسب شاینتون رو بزنید. من اینجا از شاین فوریور 52 استفاده میکنم و این شاین رو به صورت ستاره ای اضافه و حتی برای فید شاینتون از یه رنگ شاین طلایی میتونید استفاده کنید که ما بین سایه و شاین جلوی چشمتون داشته باشید. حالا میریم سراغ خط چشم این سایه. خط چشم این سایه رو باید نه خیلی تفت بکشیم و نه خیلی نازک بکشیم. همونطور که گفتم تیرگی زیر چشم کاملا سلیقه‌ایه، ما تیرگی زیر چشم رو میزنیم که دنبالش رو به خط چشم گوشه چشممون وصل کنیم. پایین ریمل رو از ریشه به موجه ها میزنیم. برای که ریمل شما تاثیر بیشتری داشته باشه میتونید بذارید یک بار خشک بشه و دوباره ریملتون رو تمدید کنیم. گوش بلند استفاده میکنید برای این چشم و سایه. و با دستتون پرس میکنید که چشمتون حالت بگیره. مشکی داخل چشمتون رو تمدید میکنید. زیر چشمتون رو هم همینطور جلوی چشمتون رو اگر دوست داشته باشید میتونید شاین بزنید و اگر هم دوست داشته باشید با یک سایه روشن میتونید بلندش کنید به قسمت جلوتر و یا اینکه نه تا آخر تیره بمونه، که من سلیقه‌ام اینه که از تیره استفاده کنم. حالا همونطور که می‌بینید مدل ما لنزش رو گذاشت. این سایه‌های ژورنالی رو حتما با لنزهای روشن استفاده کنید که جذابیت کار رو چندین برابر می‌کنه. برای اینکه روز شما مناسب با این سایه باشه بهتون پیشنهاد میدم که از رنگای کرم قهوه‌ای استفاده کنید که هارمونی جذاب‌تری داشته باشه. به خاطر اینکه سایه‌تون یه روشنی خاص جلوی چشم داره میتونید از رنگ روشن وسط لبتون استفاده کنید و اون رو بلند کنید به اطراف لب. که یه روژه لب نود و کرم خوش رنگ داشته باشیم. میکاپ ما تقریبا دیگه تموم شد.
امیدوارم لذت برده باشین.